به همه شما دوستان عزیز مهربون، هر جور که هستید خوب و خوش سلامت باشید. سراد متقی هستم، خبرنگار مستقل آزاد از اخبار خاموش که بازم با اخبار 24 ساعت گذشته دو سه تا بخشم از آمریکا مهماشو جدا کردم، ما هم دیگه حتما مرور میکنیم. امیدوارم که روزای خیلی خوبی رو در حال سپری کردن باشین در این سال جدید. امیدوارم که امسال سال آخر جمهوری اسلامی باشه، بتونیم تا آخر سال که چی تا نیمه سال بیرونشون کنیم. اما میخوام سراغ اخبار. قبل از اینکه شروع کنیم ازتون خواهش میکنم اگر تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطف کنید سابسکرایب کنید، اون لایک زیر ویدیو اون لایک قشنگرم بزنید که کمک کنید از طریق الگوریتم های یوتیوب و گوگل این ویدیو به فارسی زبان های بیشتری پیشنهاد بشه که اخبار بی سانسور دستشون برسه. بریم سراغ اخبار. آره قرار نبود این اول بیاد ولی اشکال نداره. خبرگزاری ایرنا گفته فردا گام آخر آزادسازی 7 میلیارد دلار انبار مسدود شده جمهوری اسلامی برداشته میشه. ایرنا نوشته یک مقام بلندپایه منطقه‌ای فردا به تهران سفر خواهد کرد که یکی از اهداف این سفر نهایی کردن سازوکار آزادسازی 7 میلیارد دلار از ارزهای مسدودی جمهوری اسلامیه. چارچوب این مسیر برای رفع مسدودی منابع ارزی مشابه چارچوب توافق شده با بریتانیا است که در آن قالب رقمی در حدود 470 میلیون یورو در حساب جمهوری اسلامی وصول شده. اما حالا داستان چیه؟ داستان سر اینه که بحث بریتانیا ربطی نداره اصلا، چون برای بحث بریتانیا اینا گروگان گرفته بودن، در حقیقت اینا گروگانگیر عمل کردن، ولی این 7 میلیاردی که دست کره جنوبیه کسی از کره جنوبی دیر جنبیدن متاسفانه، فکر کنم خیلی هم هرس خوردن کسی رو نتونستن بدوزن میخوان حرکت بزنن. اما جالبه در پی انتشار خبر سفر که از مقامات ارشد کره به تهران برای آزادسازی اموال بلوکه شده، خطیب‌زاده واکنش نشون داده، گفته من بی اطلاع هم. دستگاه دیپلماسی اطلاعاتی نداره و فردا سفری در دستور کار قرار نداره. اما چی شد که این شد؟ این شد که عباس اصلانی به توییت میزنه، مینویسه که آقا یکی از مقامات اصلی کره قراره بیاد اینجا و این 7 میلیارد دلاری که به حال اونجا فریز شد و اینا قراره برگره. این داستانا از اون طرف جان کنچوی میاد مینویسه که آقا برای اطلاعات شما هیچ کسی برنامه‌ای برای سفر از سئول به تهران در حال حاضر نداره. یعنی یارو حاضر بود الان زمین دهن وا میکرد میرفت تو، این توییتر رو نمیزد چند دقیقه بعدش اینجوری گل گرفته بشه. سر همینه که خطیب زاده گفت آقا من بی اطلاعم. خب اگه این بی اطلاع یعنی نیست دیگه، مگه میشه سخنگوی به حال وزارت امور خارجه ندونه؟ کره جنوبی بدهی قطعی از فروش نفت و گاز، نفت و معدنیات گازی داره. خطیب زاده گفته اقدام مؤثری برای بازپرداخت اون صورت نداده. تا الان 50 بار گفتن قرار بده ها ولی انجام نشده. این دو جانبه است، در چارچوب دو جانبه باید حل و فصل بشه، گمان زنی های رسانه‌ای نیز تایید نمیشه. اما خب قطعا جمهوری اسلامی خیلی دوست داره دو جانبه حل و فصلش کنه، ولی خب نمیشه خاطر اینکه آمریکا پنجه بله بکنه اونجان. وقتی که اینو فقط بگم در جریان باشید، اگر قرار جمهوری اسلامی پول بگیره، اینکه بایدن به کره بگه که برو پول بده خیلی راحت‌تر بود تا خودش بیاره بده، چون اون وسط یه واسطه وجود داره. فردا میتونم بگم ما نگفتیم هزار داستان دیگه. وقتی پول کره جنوبی آزاد نشده هنوز نرسیده دست جمهوری اسلامی، مطمئن باشید پولی از آمریکا هم قرار نیست دستش برسه، یعنی تحریم قرار نیست برداشته بشه. و اما بیش از 250 تا نماینده مجلس به در نامه به ابراهیم رئیسی خواستار لزوم رعایت خطوط قرمز تعیین شده در مذاکرات اتمی شدن. حالا طبق معمول وقتی یارو تو در راه نمیدن چیکار میکنه؟ سراغ خیابون لاله‌زار رو میگیره. آمریکا فعلا تصمیم نداره بیاد تو این شرایط، یعنی جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره. حالا برای اینکه دوباره پلیس بد بازی در بیارن، مجلس میاد مصوبه میده که آقا به هیچ عنوان به این راحتی نباید برین تو، که آمریکا مثلا هولش اوه اینا دارن گیر میدن بریم سریع امضا کنیم. گفته آمریکا باید برای عدم خروج از برجام تضمین بده، که از اول گفتم چه تضمین وجود نداره. وجود مکانیزم ماشه عملا به معنای شکست مذاکرات تصویب و اعمال تحریم‌های جدید باید ممنوع بشه. وعده‌های شفاهی از جمله سخنان بایدن نمیتونه تضمین شمرده بشه. ببینید دیگه حالا چی شده که سخنان بایدن و اینا هم قبول ندارن. از طرف دیگه هم که تحریم جدیدم که داره یه روز در میون وضع میشه، سعید خطیب‌زاده امروز به این نامه واکنش نشون داده، زمینه تأکید بر رعایت خطوط قرمز جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای. گفت اگر جمهوری اسلامی از این خطوط قرمز عبور می‌کرد، توافق نهایی وین چند ماه قبل به دست اومده بود. با وجود درخواست پیاپی مقامات جمهوری اسلامی برای دریافت تضمین مکتوب از آمریکا در مذاکرات، جنساکی سخنگوی کاخ سفید گفته مذاکرات هنوز به مرحله نرسیده که واشنگتن اقدام به ارائه ضمانت مکتوب کنه.
در مصاحبه ساکی با شبکه فاکس نیوز گفته دولت آمریکا هنوز از دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات مطمئن نیست، اما این گفتگو هنوز ادامه داره. ساکی در واکنش به نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ابراهیم رئیسی گفته جو بایدن برای نهایی کردن یک توافق خوب با جمهوری اسلامی در صورت لزوم تصمیم میگیره که چه بخشی از توافق به تصویب کنگره نیاز داره. این صندلیایی که اینجا هست الان بغض و اشک باقر کنی و عراقچی هم در میاره. اما ابراهیم رئیسی در اظهاراتی گفته خامنه ای راهبرد مذاکرات هسته‌ای وین رو شخصا تعیین میکنه. رئیسی گفته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از سوی دولت به عنوان مرجع اطلاع رسانی و ارتباط با اصحاب رسانه و نخبگان در حوزه مذاکرات هسته‌ای تعیین شده و اصحاب رسانه به طور مستمر جلسات و نشست‌های با مسئولان مربوطه در دبیرخانه در جریان روند پیشرفت مذاکرات قرار میدن. خطیب زادن در اظهاراتی تاکید کرده که مذاکرات وین با راهبری شورای عالی امنیت ملی انجام میشه. بر اساس قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها زمانی قابل اجراست که رهبر اونو تایید کنه. اما امیر عبداللهی گفته نفعی در مذاکره مستقیم آمریکا نمیبینم. گفته طرف آمریکایی در دو هفته گذشته زیاده خواهی هایی رو مطرح کرده، مسیر دیپلماسی همچنان بازه. آقا کوران نشه، از این ور بازه از اون ورم بازه، کوران میشه، ببندین یکی این در رو. با سه کشور اروپایی در مباحث فنی به نتایجی رسیدیم. آمریکایی در حوزه لغو تحریم خارج از مذاکرات علاقه مندن شروط جدیدی رو مطرح کنن. در سفرم به مسکو توافق کردم که اگر خطوط قرمز ما در مذاکرات رعایت شد، روسیه مانع توافق نباشد. اما عباس سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا گفته مسائلی که در سطح جهان دارد رقم می‌خورد خیلی به نفع ما است. جالبه. سلیمی گفته هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه داخلی گشایش‌های ایجاد می‌شود. روسیه منافع خودش رو دنبال می‌کنه اما در قالب برجام. گفته ما امروز دو منبع داریم که می‌تونیم قطعات موشک و مسائل استراتژیک رو تأمین کنیم، یکی روسیه و دیگر چین. یعنی ببخشید عذر میخوام، درد و بلاتون بخوره، فرق سر اینا، ولی گروه پدر مردم دیگه، کل مشکلاتشون موشک و مسائل استراتژیکه که یکیش روسیه است یکیش چینه. اگر آمریکایی‌ها طوری تحریم کنن که ما هم نتونیم با روسیه تعامل داشته باشیم، نصف برجام بیفایده میشه. اگر قرار باشه برجام بسته بشه و روسیه نتونه به ما قطعه بفروشه و سایر چیزایی که در تحریم‌ها نمیتونیم تهیه کنیم، ما ضرر میکنیم. یعنی من نمیدونم جان هر کسی که دوست دارید، این آقای سلیمی نمین اصالتش فکر کنم برای طرفای مراغینا باشه، اگه فک و فامیلش هستین جون ارکی دوست یه میشناسینش، یه زنگ میزنین به فک و فامیلش بگی یه زنگ بزنن، یه همچین دوتا جمله خیلی مؤدبانه بهش بگن که آخه مرد حساب نون تو مملکت نیست، سیب زمینی قیمت شده خون، چه میدونم بادمجون، چیزایی که اصلا فکر نمی‌کردیم. بعد تو دغدغت اینه که قطعه واسه موشک از کجا می‌خرین؟ من نمیدونم بچه‌هاشو میشناسید، خانواده‌شو میشناسید یا نه، ولی این پیغامو برسونید بهش، بگین که مردک بیدار شو بابا، این چه وضعشه آخه، شما چی خوردین، چی سر سفره کی بزرگ شدید که مسئولیت دونین رو دوزار به فکر مردم نیستید. رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفته بخش زیاد از مراحل اجرایی سند همکاری جمهوری اسلامی و چین معطل اجرای احیای برجام. جالب اینه که این داستان به اونورم کشیده، ما فکر میکردیم که داستان فقط این طرفیه، ولی انگار اونورم لنگ همین برجام، من چین دیگه به برجام چی کار داره، خودش جالبه. مجید رضا حریری با اشاره به تأثیر مذاکرات در روابط تجاری با چین گفته امسال هم اگر توافقات وین انجام نشه روند کار به همین شکل خواهد بود، چون صادرات غیر نفتی به چین به این شکله و اگر هم فروش نفت داریم در آمار رسمی به دلیل تحریم نمیاد. حالا اگر بحث های وین به نتیجه برسه و تحریم ها از روی ما برداشته بشه، ظرفیت تجاری ما با چین حداقل دو برابر این میزانی که الان داریم، یعنی اگر تحریم ها برداشته بشه ما به سرعت میتونیم شاهد رشد تجارت خارجی خودمون با چین باشیم. گفته در سال 2016 که رئیس جمهور چین به ایران اومد، هدف گذاری تجارت خارجی ما با چین برای روابط 10 ساله بر اساس بیانیه مشترک انجام شد که قرار شد در 10 سال 600 میلیارد دلار، یعنی در حدود 60 میلیارد دلار تجارت خارجی با چین داشته باشیم که متاسفانه به دلیل شرایط تحریمی به نیمی از این هم نرسیدیم، ولی اگر شرایط تحریمی رفع بشه میتوان در بلند مدت به بالای 60 میلیارد دلار هم فکر کرد. سپاه پاسداران با انتشار ویدیوی جالب، بدونید که
یه سری تصاویر موشک های در حال شلیک و این داستان ها گذاشته و تهدید کرده جمهوری آذربایجان و ترکیه رو، گفته طراحی نقشه تعدی و تجاوز دارن به کجا، به مرزهای بین المللی ایران و ارمنستان. کلی حالا اولورم اولورم هم داشته که آقا ما میزنیم و میکشیم و شیر بوده، به کفتارو حمله میکرده، از این کار کارتونی که خودشونو شیر میبینن. اما خامنه ای هم بر لزوم رعایت مرزهای بین المللی و عدم حضور تروریست ها در نزدیکی مرزهای ایران تأکید کرد. حالا میدونی که هر کسی که هر کاری داشته باشه بعضی دینا تروریست اگر با اینا نباشه، مثلا همزمان که اسرائیل هم پایگاه زده تو آذربایجان بحث مطرح بود دیگه. تصاویری مربوط به کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان منطقه مورد مناقشه در مرز ایران و ارمنستان پخش میکنه تو این ویدیوه. یه مقام نظامی هم میگه هرگونه تغییر در ژئوپلیتیک مرزها رو غیر قابل پذیرش و خط قرمز ایران میدونه. این همش در یک ویدیویی که توییتر اکانت توییتر سپاه پخش کرده. حالا این مرزه رو، این خط قرمزه رو به شکل مرز مشترک ایران و ارمنستان نمایش داده. اما تحقیقات قضایی در پاکستان نشون میده که شبکه پولشویی وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور مبالغ هنگفتی از وجوه غیرقانونی رو طی 7 سال گذشته بین جمهوری اسلامی پاکستان و عراق جابجا کرده. عرب نیوز گزارش داده تحقیقات در مورد این شبکه بعد از دستگیری چندین عضو تیپ زینبیون از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی توسط پلیس کراچی در دسامبر 2020 و ژانویه 2021 آغاز شده. یعنی قربون ترامپ برم که اگر چارجم گند و کثافت جمهوری اسلامی اومده بیرون، دوره ترامپ بوده. از ژانویه 2021 به امروز شما هیچ چی تقریبا پیدا نمی‌کنید در دوره این شلمغز چینی حرکتی زده باشن مثبت. طبق اسناد به دست اومده که به روایت عرب نیوز رسیده، این شبکه پولشویی از طریق راه‌های غیر رسمی مانند حواله برای انتقال پول استفاده می‌کرده که در پاکستان هم غیرقانونیه. شبکه مذکور ایرانی از زائرانی که به شهرهای قم، نجف سفر می‌کردند نیز برای قاچاق پول میان عراق و جمهوری اسلامی استفاده کرده. بر اساس این اسناد ابوالفضل بهاءالدینی نماینده علی خامنه‌ای در پاکستان یکی از دریافت کنندگان مبالغ این پولشویی بوده. یک منبع ایرانی به عرب نیوز گفته نماینده خامنه‌ای بعد از دستگیری اعضای تیپ زینبیون پاکستان رو ترک کرده. از زندگی فقط خوردن و خوابیدن و ریش بلند کردن بلدن. انگار مثلا طرف تو غار بوده، لباس تداش اومده بیرون، داشتن یه عمامه دادن سرش کرده. مقامات ارتش اسرائیل در مصاحبه روزنامه وال استریت ژورنال با اعلام جزئیات گسترده ترین کارزار خود علیه جمهوری اسلامی از انجام بیش از 400 حمله هوایی علیه منافع جمهوری اسلامی در خاورمیانه خبر دادن. رهبران اسرائیل از این کارزار به عنوان جنگ میانه جنگ ها یاد کرده که هدف آن بازدارندگی جمهوری اسلامی و تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به اسرائیل در صورت وقوع جنگه. به گزارش وال استریت ژورنال، حملات هوایی اسرائیل در سوریه جاه طلبی های نظامی جمهوری اسلامی را با مشکل مواجه کرده، اما درگیری را به عرصه‌های دیگری نیز سوق داده، به طوری که هر دو در حال حاضر در دریا، در خاک ایران و بر فراز آسمان اسرائیل در حال نبرد هستند. از جمله اهداف مورد حمله اسرائیل، سامانه‌های پدافند هوایی اهدا شده روسیه به جمهوری اسلامی، پایگاه‌های پهپادی ایجاد شده توسط مستشاران نظامی جمهوری اسلامی و سامانه‌های موشکی هدایت شونده حزب الله لبنان بوده. اما دونالد ترامپ بایدن رو متهم کرده که حتی پیش از بحران اوکراین باعث افزایش قیمت سوخت شده، که البته همچین میتونیم بگیم فکت چک کرده دیگه، چون یه چیز مشخص بوده، خیلی هم عجیب و غریب نیست میشه قیمتشو در آورد. به گفته ترامپ اتفاقی داره میفته که غیر قابل تصوره. استقلال در انرژی رو خاطرتان هست، انقدر نفت داشتیم که در یک سال میتونستیم دو برابر مجموع نفت سعودی و روسیه رو داشته باشیم. ترامپ همچنین به قیمت پایین بنزین در دوران ریاست جمهوری خود اشاره کرد و گفته امروز وضع طوری است که مردم به دلیل قیمت سوخت به خرید ماشین‌های کوچک رو آوردن. او خطاب به بایدن گفت خیلی قبل از اوکراین بایدن قیمت سوخت رو به آسمان رساند با توسل به سیاست‌های شکست خورده چپ‌ها که خودش تحت تاثیر جوک سوسیالیستی سبز بودن است. او در ادامه گفت میگویند انرژی بادی، آن وقت همه جا باید توربین بادی بذاریم، اینجا که من چنین چیزی نمیبینم. اگر شما منزلی در نزدیکی توربین بادی داشته باشید، عملا بی‌ارزشه، همه پرنده‌ها رو میکشه، منظره رو نابود میکنه و تازه گرانترین شکل انرژیه.
اما بریم سراغ روسیه و اوکراین. وزیر خارجه ایالات متحده گفته تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه ابدی نیست. بلینکن گفت آنچه در اوکراین دیده شده در واقع یک شکست استراتژیک برای روسیه است و طرح اولیه مسکو برای تسلط بر اوکراین با شکست فاجعه‌باری روبرو شده. او اوکراین اکنون متحدتر و برای مدت طولانی تری به عنوان یک کشور مستقل دارای حاکمیت باقی خواهد ماند. تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه ابدی نیست و منظور تغییر رفتار روسیه است. اگر نمیزنین منو، روایتی که کابینه بایدن و مینستریم مدیای اونو داره از جنگ اوکراین میگه به نظر با اون اتفاقاتی که داره میفته متفاوته. من یه سری فیلم هست که نمیتونم نشونتون بدم ولی یکیشو امروز نشون میدم که تالا توش خشونت نداره. فقط میخوام بگم متفاوته، نمیخوام بگم این درسته یا اون درسته، ولی به عنوان یه آدمی که سعی کردم رو هیچ چیزی تعصب نداشته باشم همیشه دوباره رو نگاه میکنم و دوست دارم که شما هم اون چیزی که من میدونم با شما به اشتراک بگذارم. حالا جلو تمیرم بهتون نشون میدم. زلنسکی در تازه ترین ویدیوی خود هشدار داد که هفته آینده هفته مهم، پرتنش، سرنویس‌ساز و بسیار سخت خواهد بود. هشدار زلنسکی پس از آن داده شده که گزارش‌های از آمادگی نیروهای روسیه برای حمله به شرق اوکراین منتشر شده. زلنسکی تاکید کرد که نیروهای روسی عملیات بزرگتر و گسترده‌تری را در شرق اوکراین انجام خواهند داد. همچنین گفته روسا ممکن عملیات موشکی و بمباران هوایی را تشدید کنند، اما در این حال تاکید کرده که نیروهای اوکراینی آماده پاسخند. یپکوفود وزیر خارجه دانمارک گفته اتحادیه اروپا در حال مذاکره درباره بسته ششم تحریم‌های علیه روسیه است. وی هنگام ورود به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ به خبرنگاران گفت از طرف دانمارکی ما تا آنجا که میتوانیم برای دستیابی به اجماع در مورد تحریم ها از جمله در مورد انرژی آماده خواهیم بود. گابریولوس لندسبرگیس وزیر امور خارجه لیتوانی نیز گفت خوشحال است که ما در کمیسیون اروپا کاملا واضح شروع به کار روی شش بسته با گزینه‌های نفتی کردیم و امیدوارم که این بار این بسته جواب بده. در پاسخ به این سوال که چه چیزی بیشتر مورد نیاز از اتحادیه اروپا هستش، گفت بهتر است به کیف برویم، به ایرپین برویم، به بوچا برویم و خودمون از نزدیک ببینیم چرا باید تحریم‌ها رو اعمال کنیم. آقا من نمیتونم اینجا گیر کرده بعد بگم، تصاویری که در بوچا دیدید که دستا رو بسته بودن و همه رو کشته بودن، یه فیلم دیگه رسیده از ارتش اوکراین که دارن دست مردم رو میبندن و دارن رو زمین میخوابونن. امیدوارم که اون بلایی که صدام سر حلبچه آورد الان تو اوکراین سر مردم خودشون نیارن. تو کانال میذارم ببینید، اینجا نمیتونم بذارم چون میدونم که داستاندار میشه کانال، ولی خیلی خیلی من عمیقا به فکر فرو برد. نمیخوام بگم آقا درست دارم میگم، فقط دو طرف رو ببینیم. همینطور که بریم دنبال خبر، همینطور که میدونید اروپا تحریم های زیادی رو علیه اقتصاد روسیه وضع کرد، اما در هدف قرار دادن بخش انرژی روسیه کوتاهی کردن که هنوز هم کنز دارن میخرن و میفروشن و میخرن، فروش که ندارن. الان به نظر میرسه تصاویر کشتار غیر نظامیان یعنی بوچا رهبران اروپا رو متقاعد کرده که رویه خودشون رو تغییر بدن. من بعید میدونم چون بالاخره با اون انرژی از یه جا بیارن دیگه، الان گزینه دیگه ای ندارن. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا هفته گذشته به قانونگذاران اتحادیه اروپا گفت که دور پنجم تحریم ها آخرین نخواهد بود. نفت و گاز روسیه میتونه هدف بعدی باشه، یعنی هنوزم نه دیگه، هدف بعدی. او گفته بود ما اکنون زغال سنگ رو ممنوع کردیم، اما اکنون باید نفت رو بررسی کنیم. سیمون کاونی وزیر امور خارجه ایرلند هم گفته که اتحادیه اروپا باید روی کردی حد اکثری در قبال تحریم ها اتخاذ کنه تا قوی ترین بازدارنده ممکن رو برای ادامه این جنگ و حالا تمام کشتارهای بیرحمانش ارائه بده. گفته دیدگاه دولت ایرلند اینه که تحریم های بیشتری باید نفت رو نیز شامل بشه. اما دولت نیوزلند در بیانیه اعلام کرده قصد داره که هواپیمای ترابری و 50 پرسنل پشتیبانی رو روز چهارشنبه به مدت 2 ماه برای کمک به اوکراین به اروپا اعزام کنه. در بیانیه اومده که این تیم در سراسر اروپا سفر خواهد کرد و تجهیزات و لوازم رو به مراکز توزیع اوکراین منتقل میکنه، اما وارد خود اوکراین نمیشه. جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزلند گفت که حمایت نیوزلند
کمک به ارتش اوکراین برای دفع تهاجم وحشیانه روسی است، زیرا صلح در منطقه اروپا برای ثبات جهان ضروریه. در این بیانیه افزوده شده که نیوزلند 8.8 میلیون دلار، 13 میلیون دلار نیوزلند برای کمک به اوکراین برای تهیه تجهیزات نظامی خود از طریق بریتانیا کمک میکنه. کرملین با اشاره به اینکه اقدامات ناتو در جهت تشدید تنش‌ها و افزایش احتمال مواجهه بین دو طرفه اعلام کرده که احتمال پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو ثبات اروپا را تضمین نخواهد کرد. دیمیتریو پسکوف در پاسخ به سوالی درباره احتمال پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو گفت عضویت این دو کشور ثبات اروپا را تضمین نمی‌کند. چند مقام آمریکایی پیشتر به روزنامه تایمز گفته بودند روسیه با حمله به اوکراین و آماده کردن زمینه برای پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو مرتکب اشتباهات استراتژیک مهلکی شده. این روزنامه در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی نوشته وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو هفته گذشته در چندین نشست و حضور نمایندگان کشورهای سوئد و فنلاند عضویت این دو کشور اسکاندیناوی رو در ناتو مورد بحث قرار دادن که چند ساعت پیش خبری که از رسانه‌های سوئدی به دستم رسید با کمک حضرت گوگل ترنسلیت، چون سوئدی بلد نیستم میزنم به انگلیسی، از انگلیسی به فارسی خودم ترجمه میکنم، انگار که بحث فنلاند و سوئد قطعی شده، درخواستشون رو دادن دیگه، الان رفته در مراحل بررسی و اضافه شدن، ولی اون نگرانی همچنان وجود داره دیگه، چون علنا تهدید کرده بود که اگر این دو نفر، این دو تا کشور وارد ناتو بشن عواقب نظامی در پی خواهد داشت. ولی جمله دیمیتری پسکوف هم جالبه، گفته که احتمال پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو ثبات اروپا رو تضمین نمی‌کنه. یعنی خودشون میدونن که بی ثباتی در اروپا میارن، میگه اگه این دو تا هم برن جز ناتو بازم ما هستیم که ثبات رو بخوام به هم بزنیم. دیپلماسیشون هم خنده داره. رمضان قدیروف رئیس جمهوری چچن در ویدیویی تاکید کرد که نیروهای روسیه به شهر بندری تحت محاصره ماریو پول در جنوب شرقی اوکراین و همچنین کیف پایتخت و دیگر شهرها و روستاهای این کشور حمله خواهند کرد. قدیروف در این کلیپ ویدیویی که در کانال تلگرامی خود منتشر شده گفت نه تنها به ماریوپول بلکه به شهرها، روستاها و جاهای دیگر اوکراین نیز حمله خواهد شد. و همچنین اضافه کرده ما در وهله اول کنترل لوهانسک و دونتسک رو به طور کامل در دست خواهیم گرفت، سپس کیف و همه شهرهای دیگر رو در دست می‌گیریم. اما باز یه نکته دیگه که جالبه اینه که نگفتن که این آقا چقدر گرفته که بدین حرفا رو بزنه، چون این چیزی که الان به شما نشون خواهم داد نیروهای چچنی هستن در ماریوپول که در کمال ناباوری دارن مردم رو نجات میدن، آذوقه تقسیم میکنن، از کسایی که توی زیرزمین ها گیر افتادن بر اساس آوار و اینا اونا رو دارن نجات میدن. اصلا یه چیز عجیب غریب، آدم نمیدونه، واقعا نمیدونه که حقیقت داستان به چه صورت. این فیلم امروز به دست من رسید، در نهایت ناباوری اینا سربازای چچنی هن که زد هم روی بازوشون دارن، زد و طرفداران ولادیمیر پوتین توی این حالا حمله که این تهاجمی که به اوکراین داشتن روی ماشیناشون روی تانک ها این همه زد نوشته شده، ولی جالب این مردم اوکراین خودشون در مورد همین مسئله دارن صحبت میکنن. سربازای چچنی ما چیزی از حمله ندیدیم، چندین و چند فیلم همشون دارن به مردم کمک میکنن. پس این فرمانده چچنی ها که میگه ما همه حمله میکنیم چجوری داستانش نمیدونم، قضیه ما ستا رو کجا میبریده. از یکی از دوستان که روسی متوجه میشد، نه خیلی، حالا یه دوست دختر روسی داشته زمانی، ولی یه چیزایی میفهمید، صحبت میکردم، چیزی که به من گفت اینه اصلا هیچ کدوم از بحثاشون بحثاش خوشونتبار نیست. حالا اینکه داستان واقعا چی اونجا داره چی میگذره نمیدونم، تهمتم نزنید به من، من فقط چیزی که دارم میبینم و برای شما به نمایش میذارم. ولی خودتون اگه هر تحلیلی دارین تو کامنت ها بنویسید، 10,000 تا فکر بهتر از یه دونه فکر قطعا. برای من ولی میتونم بگم که خیلی جالب بود این اتفاقی که من خودم فکر میکردم که نیروهای چچنی که اومدن اینجا مزدورایی هستن که پول گرفتن تا بیان آدم بکشن، ولی تصاویری که داره از طریق معدود تصاویری که با ترس و لرز میگیرن و میفرستن مردم اوکراین یا اونایی که خود روسیه داره میگیره میفرسته، داریم چیز دیگه یا میبینیم. اما یه تصاویر نشون دادم بهتون از یه خانواده که در ترکیه زندگی میکردن، در مورد بالاتر از سیاهی حرف زدیم که فکر میکردیم رنگی نیست، در ویدیوی قبلی دیدیم که نه آقا، از سیاه بالاتر هم خیلی رنگای بدی وجود داره، البته رنگی به خودی خود بد نیست، ولی میخواستم بگم که اگر که بتونیم اینو با همدیگه ببینیم، امیدوارم که بتونیم در کنار همدیگه
کمک کنیم تا این بالاتر از سیاهی رو بهتر کنیم. این تصاویر رو ببینیم، من در خدمت. دوستای عزیزم، نفس‌های این مرد که به شما رو افتاده، نفس‌های مردی که احتیاج به قلب داره، احتیاج به دارو داره، برای زنده موندن خودش و خانوادهش احتیاج به کمک شما داره. خونه که دیگه چیزی ازش نمونده، هر چیزی که فروشی بود رو فروختند. در کشور غریب، در شهر غریب، با داشتن یک کودک خردسال کاملا مستأصلن. من فاطمه‌ام، همسرم بیماره قلبیه و مشکلاتمون خیلی زیاده. همسرم بر سر سکته‌ای که کرده توان راه رفتنش از دست داده. از 100% راه رفتن 96% توان راه رفتن نداره. 100% قلبش مشکل داره. از 100% 25% قلبش کار میکنه. یه فرزند 9 ماهه دارم. به خاطر هرس و جوش و فشارهای عصبی شیرم خوش شد. شیر خشک میخوره و مدتی هم که شیر خشک ندارم بهش بدم. 10 ماه اجاره خونه رو ندادم. 1 ماه وقت مهلت گرفتیم که طی این 1 ماه اگه اجاره خونه رو ندیم باید از خونه بریم بیرون. هیچ وسیله ای ندارم. هرچه داشتم توی این مدت فروختم برای درمان، هزینه کردم، اما متاسفانه هیچ جوابی نگرفتیم. برای خورد و خوراک میرم جلوی سطل زباله های آیوز بی رو مارکت های بیم، فوشوک و میکروس. سبزیجات چیزایی که خراب شده رو میخوام بذارن کنار، بر میدارم میارم، خراباشو میرزم دور. چیزایی که سالمه رو بر میدارم، سعی میکنم باشون غذا درست کنم، همسرم و به بچه‌م بدم. قرص میخوره به اسم اونپتوس که الان هر بستش 1000 لیره، به جز اون تقریبا 1500 لیرم داروهای دیگه مصرف میکنه. چون قلبش مشکل داره به بقیه اعضای بدن خون نمیرسه. اگه به ما کمک مالی بشه وضعمون خیلی بهتره، اگر نه آواره خیابون نمیشیم. دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. فقط خواهش میکنم کمکمون کنید، نذارید آوارش. خواهرم، درسته همه ما 40 خورده ای ساله که آواره ایم، ولی اجازه نمیدیم این اتفاق برای شما تو شهر غربت بیفته. نمیخوام همسرم باید دست بده. مطمئن باشید که از امروز دیگه تنها نیستید. تا امروز کسی شما رو نمیشناخت، ولی الان دوستای زیادی دارین که قطعا به شما کمک میکنن. هیچ کسی هم ندارم که بخوام ازش کمک بگیرم. مطمئن باشید آدمای زیادی هستن که نیکوکاریشون به شما خواهد رسید. به هر کسی هم گفتم، همه چیزی خواستن که من نمیتونم. شما فقط به فکر سلامتی همسرتون آقا پسر گلتون باشید، باقی رو بسپارید دست هموطنای عاشق. خواهش میکنم کمک میکن، نذارین نابودتر از اینی که هستیم بشیم. ما تو این کانال به آدمای زیادی کمک کردیم. ما که میگم منظورم کساییه که همیشه لطفشون به هموطنا زیاد بوده. مطمئن باشید که این برنامه رو میبینن، مطمئن باشید صدای شما رو میشنون و قطعا بهتون کمک میکنن. اون دارو اگه به همسر من نرسه، همسر من فقط میتونه 1 روز زنده بمونه. اون داروه که الان با این حال، با این که نمیتونه راه بره، ولی یه کوچولو کمکش میکنه که نفس بکشه. صابخونه چند روز پیش با مامور پلیس اومد با وضعیتی که همسرم داشته، خواهش و التماس و تمنا و تو رو خدا و 1 ماه فرصت دادن که کرایه رو تصفیه کنیم. اما چجوری میخوایم تصفیه کنیم نمیدونم. دیگه واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. چند وقت پیش صابخونه اومد اینجا، خیلی اعصابمو به هم ریخت، خیلی ناراحتم که من. فقط تنها چیزی که خیلی ناراحتم میکنه بچه‌مه. چند وقت پیش بچه‌م شیر نداشت، خیلی اذیت شدم. یعنی واقعا قلبم درد گرفت، خیلی ناراحت شدم.
بالاخره ما هم انسانیم، میگن انسان باید دست انسان افتاده رو بگیره. من به خاطر بیماریم افتادم رو تخت، ولی مثل بقیه انسانم. نمیخوام اینا رو اینجوری داغون ببینم. خیلی سخته برای یه مرد وقتی همسرش میره از سطل زباله غذا تهیه میکنه. خیلی سخته، خیلی سخته. نمیدونم چقدر دیگه زندم، اما میخوام تا زمانی که زندم یه لبخند رو لبای همسرم بچه هم ببینم. دوست عزیز، امیدوارم که نه تنها لبخند رو لب بچه ها تا همسرت ببینیم، بلکه امیدوارم زودتر مشکلت حل بشه. امیدوارم دوستانی که پزشک هستن در جاهای مختلف در کشورهای مختلف از طریق کانال یا از طریق بنیاد نیکوکاری نوروز بتونن یک راه حلی برای مشکل قلبیت پیدا کنن. ببینیم چیکار میشه کرد، ولی اینو بهت قول میدم که مشکلاتی که شما دارید در حدیه که بعید میدونم از هموطنای ما کسی باشه که این فیلمو ببینه پا جلو نذاره تا به شما کمک کنه. ما تو این کانال کارهای زیادی کردیم، بیمارای زیادی رو تونستیم با کمک هموطنای عزیزمون سر و سامون بدیم، هزینه جراحی جور کنیم، ده ها تانکر آب بفرستیم جنوب کشور. مطمئنم که مشکل شما و این کوچولو رو حل میکنیم. فقط خواهش میکنم اگه کسی صدای ما رو میشنوه، ما رو میبینه، کمکمون کنه تا ما هم بتونیم به زندگیمون یه سر و سامونی بدیم. ممنونم از همه. برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 1-704-544-7800 تماس بگیرید. امیدوارم که شما ایرانیای عاشق که همیشه پایه بودید برای نیکوکاری و قصه هموطنانتون رو در خارج از کشور میخوردین، امیدوارم این بارم پا جلو بذارین و بتونیم یه گره ای از کار این بند خدا باز کنیم. شماره بنیاد رو صفحه است 1-704-544-7800 یا میتونیم به سایت نوروز.org بریم، اونجا گزینه دونیت وسط صفحه است. از اون طریق میتونید از طریق بنیاد نوروز کمکاتون رو به دست این خانواده نیازمند برسونید. در مورد چچن صحبت کردیم، بریم یه صحبتی هم بکنیم در مورد شانگهای. چه اتفاق عجیب و غریبی افتاده، یه سیاست جدیدی چین داده اونم که میخواد ویروس کرونا رو به صفر برسونه. به همین دلیل اومده کل شانگهای قرنطینه کرده. قرنطینه میگم، قرنطینه میشنوید، قرنطینه سفت و سخت. هیچ کسی حق نداره از منزلش بیاد بیرون، سوای تمام تبعاتی که داره که آدم روانی میشن. اصلا حساب کنید خونه‌های کوچیک، هیچ کسی از آپارتمان نمیتونه بیاد بیرون. مشکل غذا پیدا کردن. چین اعلام کرده جدیدن، گفته در شانگهای بستای غذایی میده روزی یک وعده و فقط به کسایی که صادر از شانگهای هن. یعنی اگه کسی از یه کشور دیگه برای کار اومده، از یه شهر دیگه اومده، به اونا چیزی نمیده. افتضاح شده. اصلا چند ساعت پیش یه فیلم دیدم که شهر از کنترل خارج شدن، فکر کنم که 25 میلیون نفر دارن میرن به آستانه مرگ بر اثر گرسنگی برسن. این فریادهایی که میشنوید فریاد مردم شانگهای که از منزلشون از پنجره دارن هوار میزنن چون هیچ چیزی برای خوردن ندارن و دولت هم این خیالش نیست. ۲۵ میلیون نفر در آستانه مرگ بر سر گرسنگی. اما با زود اومد طبق معمول. یه اتفاق خیلی جالب افتاده که
طبق معمول اتفاقات جالب در آمریکا معمولا در تگزاس و فلوریدا میفته دیگه، همه تو خودتون میدونید، به خاطر که تگزاس الان تقریبا میتونم بگم پیش خرابوله دیگه، هر کی از مرز فرام کنه میاد اینور، اول میان اونجا رو گند میزنن. فرماندار تگزاس آقای گرگ ابوت که خیلی کارش درسته، یه دستوری داده، یه سری تعداد زیادی اتوبوس چارتر کرده، 900 تا اتوبوس، گفته کسی غیر قانونی به دستور بایدن وارد مرز شد، مثلا بعد از اینکه این قانون 42 رو دارن چیز میکنن، لغوش میکنن، یه قانونی بوده که در دور پاندمی کسی غیر قانونی بود بعد سری برمیگردوندن، الان برنمیگردن ولی قانونش هم دارن لغو میکنن. 900 تا اتوبوس چارتر کردیم که هر کی پاشو گذاشت اینجا مستقیم میبریمش کجا، در خونه آقای بایدن نه، ولی میبریم در واشنگتن دی سی پیاده میکنیم تا خود کنگره و خود بایدن جوابگو بشه. To help local officials whose communities are being overwhelmed by hordes of illegal immigrants who are being dropped off by the Biden administration. یار کمک به تمامی حالا مقامات مسئولی که اینجا واقعا داغون شدن از این هجوم ماجرای غیرقانونی که با اومدن دولت بایدن این اتفاق افتاده. Texas is providing charter buses. تگزاس اتوبوس‌های چارتر تهیه کرده. These illegal immigrants who have been dropped off by the Biden administration to Washington DC. این ماجرای قانونی که با حالا توسط فرامین و این داستانه کابینه بایدن اینجوری شده که اینجوری گله‌ای دارم، این روز 18000 نفر دارن میان دیگه. گفته مستقیم بریم توی واشنگتن دی سی. We are sending them to the United States Capitol where the Biden administration will be able to more immediately address the needs of the people that they are allowing to come across our border. می‌برنشون تو واشنگتن دی سی واسه اینکه کابینه بایدن از نزدیک ببینتشون و بتونه زودتر نیازهای فوریشون رو برآورده کنه برای اینه که اومدن پاگشتن به خاک ما. وقتی میگم خیلی به حال گرگ ابت، به خاطر همینا واقعا 900 اتوبوس چه فکر کنم دو روزه میگن آقا مرزا رو ببندید، اوضاع خیلی خرابه. اما اومد دیگه زودتر لو رفت، بریم تاکر کارسن یه ویدیو خیلی جالب داشته، بریم اینم با هم ببینیم. من سعی میکنم که آنلاین برای شما ترجمه کنم تا اونجا که سوادم قد میده. So we're happy to be joined tonight by Batya Undar-Sargon. She's the deputy opinion editor at Newsweek. She's single-handedly responsible for making that magazine worth reading once in a while. میگه خب خیلی خوشحالم که امشب اندرسرگن، خانم اندرسرگن به ما ملحق میشه، کسی که معاون سردبیر نیوزویکه. میگه ایشون تنها کسی که باعث شده که این مجله گهگداری ارزش خوندن رو داشته باشه. میگه خوشحالم که تونستیم دعوتش کنیم اینجا. میگه به خوشم، میگه ممنونم که ما ملحق شدی. میگه والا به خدا راست میگم، اصلا فکر نمیکردم یه روزی یکی از نیوزویک رو بشنم بخونم. Until you took over, so thank you for that. میگه تا اینکه تو رفتی اونجا مسئول شدی، خب برای مسئله خیلی ازت ممنونم. So clearly they've decided, you know, the hive has turned on the queen. How does this play out, do you think? میگه خب همونطور که مشخصا متوجه شدی، کندو تصمیم گرفت که بر علیه ملکه خودش طغیان بکنه. همین بحث داستانی که میخوان بایدن رو بردارن، میگه که به نظر تو این داستان چجوری اتفاق افتاد؟ Tucker, first of all, thank you so much for having me. And Tucker, اول از همه ممنونم که منو دعوت کردی. A big mazel tov, congratulations to you for being the number one most watched show among Democrats. میگه و یه جایزه مازل توف، جایزه خیلی معروف خبرنگاری، میگه جایزه مازل توف هم تبریک میگم به خاطر جایزه مازل توف، به خاطر اینکه تو بیشترین برنامه‌ای هستی که توسط دموکرات ها داره دیده میشونه. دموکرات ها اینقدر از این هرس بخورن برنامهش میشنن میبینن. It's such a privilege to be here with you. We get to talk to both Republicans and Democrats and that's very related to what we're discussing here. میگه خیلی خوشحالم که تو برنامه دعوت شدم، به خاطر اینکه این امکانو به ما میده که هم با دموکرات ها صحبت کنیم و ریپابلیکن ها صحبت کنیم. و خیلی حالا بحثشون رو بریم ببینیم، بحثش ما خیلی جالب باشه. میگه حالا این خیلی مربوطه هست به بحثی که امروز قرار انجام بدیم. You know, my view is that the reason that the liberal media is turning on President Biden is because he failed at the one thing they really needed him to do. میگه تحلیل من از اینکه چرا رسانه به اهل بایدن شدن و به اهلش دارن کار میکنن اینه که اون تنها یک مسئولیت داشت که قرار بود درست انجام بده و اونم نتونست و در اون مسئولیت شکست خورد. Which was to sustain the fiction
that the big divide in America is political. که این وظیفه‌ش هم این بودش که بتونه این تخیل رو تو ذهن مردم چی بگم، این فکر نادرست رو تو ذهن مردم بندازه و اونجا بتونه ثابت این فکر رو نگه داره که علت تفرقه یا جدایی مردم آمریکا دلایلش فقط سیاسیه. میگه تو اینو خوب میدونی بخاطر اینکه هر شب تو برنامه داری موضوع بهش میپردازی. بزرگترین دلیل جدایی مردم، اون چیزی که مردم از هم جدا میکنه واسه تفرقه میشه، کلاسه. همه این بحث‌های علکی که سر ویروس چینیه، سر جرم و جنایت، سر تورمه، یا اون نقشیه که آمریکا باید در اوکراین بازی کنه. You know, working class and middle class Americans who are Republicans and Democrats, they just are not divided on these issues. طبقه متوسط، طبقه کارگر آمریکایی در مورد این مسائل اصلا با همدیگه تفرقه ندارن. یعنی همشون مهم میدونن چی میخوان. They are divided from the elites who claim to represent them, but they're اونا توسط اون نخبگانشون که وانمود میکنن که اونا دارن اینا رو هدایت میکنن، همون کسی که اینا رأی دادن رفتن بالا نشستن، توسط اونا دارن جدا میشن. یعنی خودشون با هم، هیچ کسی تو آمریکا نیست بگه من میخوام بنزین گرون بزنم، برای چی میگی در زون شه. هیچ کسی در مورد نقش آمریکا تو اوکراین حرفی نمیزنه. هیچ کسی نمیگه آقا کی گفته جرم و جنایت بعد آمارش بیاد پایین، ما دوست داریم جرم و جنایت بالا باشه. قشنگ خواست مردم در خواستشون، در سیاستشون همه با هم یه چیزو میخوان. اونها در اون قرائت‌فارا که دارن این تفرقه رو ایجاد میکنن. اون یانینگ گلف، اون چاله های گلفه که بازی میکنن وسطش، مثلا یه حفره بزرگ میذارن. نمیگه این، حالا بهتر بگیم این گپ یا این شکافی که بین مدیا و حزب دموکرات و بایدن و اینا هستش. And where average Americans of both parties are at, and I think they thought President Biden would help them paper over that gap. و اینکه جایی که آمریکایی‌هایی که حالا درآمد متوسطی دارن در دوتا حزب قرار دارن، اونا دقیقاً همینجوری فکر می‌کنن. خیلی هم فکر می‌کردن که بایدن قرار بهشون کمک کنه تا این شکاف رو این وسط پر بکنن. When what's happened is he's come to embody it, and so they're distancing themselves from him to sort of hide from their own failures, Tucker. برعکس شد، بایدن اون شکاف رو خیلی پررنگ‌تر کرد. برای همین دارن این مقدار از بایدن فاصله می‌گیرن، فاصله میدن خودشون تا یه جوری بتونن از تمام این شکست و تمام افتضاحی که بایدن به وجود آورده مقدار خودشون رو مخفی بکنن. I mean, it's so simple. The formula that you just suggested is. میگه این فرمولی که تو گفتی انقدر راحت همیشه گلن پیشنهاد دادی. So obvious. If you had a president who was truly moderate, truly interested. میگه کاملا واضح، اگه شما یک رئیس جمهوری رو داشتید که به صورت واقعی میتونست مدیریت بکنه، به صورت واقعی علاقمند بود. The lives of the people he represented. علاقمند به زندگی مردمی که اون داره اونها رو نمایندگی میکنه. Who cared about people making 70 grand and not just people who run Amazon? Like you. کسی که اهمیت میداد به مردمی که فقط در سال 7000 دلار درآمد دارن، نه اهمیت بده به اینکه صاحب آمازون داره چیکار میکنه. You could win every election and. اون موقع معلومه اون آدم میتونست همه انتخابات ها رو برنده بشه دیگه. Rule forever. Why don't they do that? و اینکه تا ابد و ده میتونست حاکم باشه و حکومت کنه، چرا این کار نمیکنن؟ I mean, it's such a great question. I think you know, last night you talked about monopolies and how you know anybody who resists sort of threatens the monopoly. میگه سال خیلی خوبیه، شب قبل در مورد مونوپولی صحبت کردی و اینکه هر کسی در مقابل اون مقاومت بکنه چجوری حالا یه تهدیدی محسوب میشه. Runs the power, and I think that the Democrats and the liberal elites and the media have gotten a lot of power. میام فکر میکنم که دموکرات ها و اون کسایی که حالا در این مناصب قدرت هستند، فکر میکنم که خیلی
قدرتمند شدن، خیلی قدرت گرفتن. From consolidating around, you know, the class that they share, and you see it even, I think, Tucker, on one area where the. او چقدر جو بحث عوض میکنه، میگه خیلی قدرت گرفتن از اون طبقه کلاسی که از اون طبقه خاصی از جامعه که دارن اونو نمایندگی میکنن. President actually is sort of representing where Americans are at, which is on Ukraine. He's really walked a fine line, I think. میگه در یه بخشی وجود داره که بخش خیلی اندکی وجود داره که در حقیقت بایدن داره نمایندگی میکنه خواست مردم رو در مورد مسئله اوکراین. میگه مثلا towards supporting the Ukrainians the way Americans want him to. در مورد اینکه چجوری از چه طریقی مردم اوکراین حمایت کنه، در از چه طریقی که مردم آمریکا اونو میخوان. یعنی یه جوری کمک بکنه که کمک بشه، ولی تنش ها رو بیشتر نکنه که یه جوری آمریکا درگیر جنگ بشه. میگه یعنی تو این زمینا پوتین بایدن خوب عمل کرده. میگه در این مورد خاص که داره به نفع مردم کار میکنه، مدیا تقریبا اشکش در آورده، یعنی دارن لهش میکنن به خاطر اینکه اون الان داره اون نقطه نظر اون نخبگان رو زیر سوال میبره. That is so true, and I think, I mean, what do I know? I'm not in touch with Biden every day, but. میگه کاملا درسته. من فکر میکنم، میگم چی دارم برای گفتم؟ من که با بایدن تا حالا تماس حضوری نداشتم. Just watching him on TV, he did not. His first instinct was not to escalate. میگه وقتی تلویزیون میبینی، اولین غریزش این بودش که آقا تنش رو زیاد نکنه. I don't think he wanted a war with Russia. فکر نمی‌کنم اون دنبال جنگ با روسیه باشه. And it really felt like he was suborned by the people around him to escalate beyond what most Americans want. میگه ولی انگار که توسط یه آدمای محاصره شده که شدیداً می‌خوان که یه جوری این جنگ این اتفاق انجام بشه. They support Ukraine, they don't want a hot war with Russia. مردم دوست دارن که اوکراین رو حمایت کنه، ولی دوست ندارن جنگ خونین و داغ با روسیه در بگیره. Fair? درسته؟ بله. Exactly. Yeah, and I think that, you know, he is trying his best to resist pressure from both parties by. میگه جالبه که حالا بایدن داره سعی میکنه در مقابل فشار از هر دو حزب مقاومت کنه. اون فشاری که نخبگان هر دو تا حزب دارن بهش وارد میکنن. Of course not from this show because you tell it like it is, Tucker. میگه البته نه، از برنامه تو که مشکلی نداره، چون تو اون چیزی که هست تو داری واقعا میگی. Well, I appreciate that. Yeah, no, it's certainly the Republican Party pushing him. It's total craziness. میگه نه 100% میدونم که حزب جمهوری‌خواه هم دارن بهش فشار میارن، کاملا دیوانه کننده است. But you thanks so much for coming on. اما خیلی ممنونم که اومدی به این برنامه. و این کاری که در نیوزویک انجام میدی بسیار بسیار جالبه، ازت تشکر میکنم به خاطرش. بله، اما یه اتفاق دیگه هم که خیلی جالبه در موردش خبرش صحبت کردیم، اما پس درزاش داریم که خیلی جالبتر هیجان انگیزتر میکنه، اومدن ایلان ماسک به توییتر بودش که همون اول که اومدش در مورد دگمه ادیت یه بحثی شد و پرسید آقا میخوایم بذاریم نمیخوایم بذاریم، همه شروع که این نمیدونم فلان، و جک دورسی گفت نمیذارم. بعد خودشون بعدن بینده دادن نه تنها میذارم، بلکه گفتن ما خودمون یه سال بود داشتیم روش کار میکردیم. حالا این بخشو بریم ما هم ببینیم. این بخش هم در مورد ایلان ماسک و یه سری اتفاقات دیگه میدونم قطعا خوشتون میاد. CNN's chief media correspondent Brian Stelter failing to ask his Sunday guest Ann Applebaum about both of their dismissals of the Hunter Biden story. خب این یکی از خبرنگارای خیلی معروفی که در CNN وجود داره آقای برایان استتلر هستش، همین آقایی که پیشونیش خیلی بلنده، جزو اون مالکش‌های قهار، جزو اون اصلا مهره اصلی مینستریم مدیا که خیلی چرت و پرت زیاد میگه، خیلی دروغ زیاد میگه. منتها نکته جالبش اینه که حتی الان که خیلی از رسانه اومدن قضیه هانتر بایدن رو گفتن و قضیه لپتاپ رو شد و دیگه همه اومدن گفتن، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، همه اومدن گفتن، همچنان داره مثل ماهی قزل‌آلات سر میخوره در میره که در این رابطه فعلا حرفی نزنه. روز یک شنبه یه مهمونی داشته به نام خانم ان اپلباوم. Disinformation forum last week. و جالبش اینه که در مورد همین داستانم هنوز هم بحثی که بوده بحث همون بوده که آقا یه اطلاعات غلط روسیه. Do you think the media acted inappropriately when they instantly dismissed Hunter Biden's laptop as Russian disinformation? My problem.
در این نشستی که بود دانشجویان رشته خبرنگاری سوالاشون رو میپرسیدن از این به اصطلاح خبرنگارا، که خیلی جالبه چقدر، حالا چند تا از سوالا رو من دیدم قشنگ میدونستن کجا رو بزنن، یعنی قشنگ این نسل جدید که دارن میان برای خبرنگاری اگر نخرنشون قشنگ میدونن که مینستریم مدیا داره چی کار میکنه. چون سوال کمجوری میپرسیم که به نظرتون این طوری که به صورت کاملا نادرست مدیا رفتار کرده در مورد اینکه کیس هانتر بایدن اصلا حاضر نشدن روش مطالعه کنه، همینجور مدن رد کردن و گفتن یه اطلاعات غلط روسیه، به نظرتون این درست بوده؟ یه مشکلم با لپتاپ هانتر بایدن بودش که اطلاعات روش اصلا مهم نبود. اینجا از همین آقای بن استتلر سوال میپرسن. حالا من خندم میگیره بخاطر که بن استتلر اختصار اسمش میشه بی اس هم که قطعا میدونید چیه، بگم یوتیوب سوت میذاره روش، ولی خیلی جاها اصلا این رو اختصار اسمش صدا میکنن که اذیتش بکنم. اینجا داشته سوال میپرسن، خیلی فکر میکنه با نمکه، میگه حالا که الان وقت ناهار بریم، بعد خودش ریاکشن رو میگه نه البته اینو توضیح میدم بعدا بریم. میگه فکر میکنم شما کانال دیگه ای رو دارید در موردش صحبت میکنید، نه اونی که من تماشا میکنم. یعنی میخواد هنوزم که هنوزه که CNN به هیچ عنوان چیز اشتباهی رو تا حالا نگفته. Joe Concha is here. So Joe, Brian Stelter had an Applebaum on his show yesterday. بازم جو کانچا رو آورده، میگه که استتلر خانم اپلبام آورده تو برنامهش دیروز. Didn't ask her about the one newsworthy moment that she had during this forum. Why is that? میگه شاید با ارزشترین سوالی که این روزا میشد از اپلبام پرسید همین سوالی بودش که نپرسید ازش در مورد هانتر بایدن و لپتاپش. میگه به نظر علتش چیه؟ Why is that? I wonder. Well, یه علتش چیه نمیدونم، من خودم تعجب میکنم، داره به شوخی و به خنده میگه. If teaching a class on media bias, we would put this example at the top of the syllabus under the section of sin of omission. میگه اگر که همین نشسته که دانش آموزا بودن، اگر این یه کلاس درسی بود که در مورد حالا رسانه هایی که مغرضانه کار میکنن قرار بود حالا تدریسی انجام بشه، ما این مثال رو در بالاترین بخش قرار میدادیم به عنوان گناه غفلت، گناه غفلت رسانه ها. The media correspondent here for CNN whose initials not so ironically are BS. میگه این خبرنگار CNN که اختصار اسمش اصلا به صورت طعنه‌داری BS نیست. Continues to embarrass himself on a breathtaking scale. هنوز داره سعی میکنه به طرز وحشتناکی خودشو مسخره خاصان کنه. So let's go through the students' points. بریم سراغ اون موارد اصلی که منظور اون دانش آموزان بود. Christopher Phillips was his name, by the way. Is it? اسم این دانش آموز کریستوفر فلیپس بود. In his question to BS one by one. سوالشو میگه دونه دونه بهتون میگم. He said that traditional media, so that CNN, NBC, ABC, CBS, Washington Post, New York Times, he said they pushed Russia collusion in that hoax. That's correct. میگه اون داشت میگفتش که آقا مدیاهای سنتی مثل CNN, NBC, ABC, CBS, Washington Post, New York Times، اون داشت میگفتش که همه اینا این داستان دروغ اون حالا تعامل روسیه با پوتین رو انداختن سر زبونا، و اون میگه حرفی که داره میزنه درست، داستان دروغی بود، اونا از عمد انداختن سر زبونا. He said they pushed the Jussie Smollett hoax. That is correct. میگه که اونا قضیه جسی اسمایلت رو آوردن به دروغ منتشر کردن، اینم درسته. He said they smeared Justice Kavanaugh as a rapist. اونا قاضی کاوانا رو اومدن بهش تهمت تجاوز زدن و در رسانه شروع کردن داستان سازی کردن، ما که داستان دروغ بود، میگه اینم درسته. He said that they smeared Nicholas Sandman as a white supremacist. That is correct. اونا نیکولاس سندمن رو به دروغ
شهرتش و اعتبارش لکه‌دار کردن به عنوان کسی که نژادپرست مثلا به از کسی که طرفدار مزیت‌های سفیدپوستی هستش که میگه اینم درست تهمت زدن بهش. They dismissed the Hunter Biden laptop affair as pure Russian disinformation. Yes, that is correct. اون میگه که داستان پرونده لپتاپ هانتر بایدن اومدن به عنوان یک اطلاعات غلط روسی از خیرش گذشت نمش نپرداختن از عمد. میگه بله اینم 100% درسته. And when Ann Applebaum of the Atlantic said that okay Hunter Biden and that laptop and that story is completely irrelevant, it shows you how much in a bubble many of these folks are. میگه وقتی که انت اپلبام اومد در برنامه‌ای که حالا برنامه آتلانتیک بود اومد در مورد این داستان صحبت کرد، لپتاپ گفتش که لپتاپ هانتر بایدن همه اطلاعاتی که روش بود اصلا مهم نیست، نشون میده که چقدر اینا در یک حبابی دارن زندگی میکنن و only talking to each other and not talking to the American people. و انگار فقط با خداشون دارن صحبت میکنن، اصلا با مردم آمریکا طرف صحبت نیستن، با اونا هم صحبت نمیشن. Where this is absolutely a story when you consider that we have emails, we have bank statements, we have transactions, we have all these things happening with the president's son that may involve the president of the United States in regards to business being done in China, which میگه که چقدر طولانی گفت. میگه این قطعه داستان خیلی مهمیه وقتی که یه عالم ایمیل و سند بانکی و مدارک دیگه وجود داره که نشون میده پسر رئیس جمهور در یک بیزینس هایی با چین و روسیه درگیر بوده که به نوعی میتونه حتی رئیس جمهور ایالات متحده هم توی مسئله درگیر کرده باشه. Last check are our adversaries and we all know که آخر ما که چک کردیم دو تا کشور هر دوشون هم دشمنای ایالات متحده بودن. That if this was Donald Trump Jr. or Jared Kushner, this would be a 24/7 narrative in Ann Applebaum's and BS's world, but here we are pretending like it doesn't exist. ما قبلا هم گفتیم مطمئنیم که اگر این داستان سر دونالد ترامپ جونیور بودش، یعنی پسر ترامپ یا جارد کوشنر دامادش بود، قطعاً 24 ساعت 7 روز هفته داشتیم این داستان از همون خانم اپلبام میشنیدیم یا از همین بی اس ورن استتلر داشتیم میشنیدیم و کلاً بی خیالش هم نمی‌شدن، ولی انگار نه انگار که این داستان وجود داره. میگه کاملاً عجیب و غریبه، کاملاً قابل توجه این نپرداختن به این موضوع در حال حاضر. At next year's conference they'll be admitting fault on the Hunter Biden story and they'll be denying fault on another story that develops over the course of this year. میگه میدونی که حالا سال دیگه میان تو کنفرانس سعی میکنن که به این اشتباهشون اعتراف کنن و بعد سال بعدش میان میگن که ما اشتباهی انجام نداده بودیم، همین روند ادامه داره. Meantime, Joe, Elon Musk laughing off a Washington Post op-ed that says, and I quote, Elon Musk's version of free speech will be bad for Twitter, quote. میگه که از این بگذریم، ایلان ماسک اومده یه ایموجی خنده گذاشته واسه واشنگتن پست به خاطر مطلبی که واشنگتن پست نوشته بوده که ایلان ورژن آزادی بیان ایلان ماسک برای توییتر میتونه مضر باشه. We need regulation of social media platforms to prevent rich people from controlling our channels of communication. گفته ما احتیاج به قوانین رسانه اجتماعی داریم برای اینکه جلوگیری کنه از آدمای پولدار که بتونن بیان کانال های ارتباطی رو کنترل بکنن. Joe, does the post not know who owns them? میگه جو به نظر تو واشنگتن پست میدونه که صاحب واشنگتن پست کیه؟ Quite remarkable, right? I believe that's Jeff Bezos, right? میگه آره خیلی جالبه، فکر میکنم که صاحبش تا اونجا که چکم هنوز جف بزوز باشه، همون کسی که صاحب آمازون هم هست، که از خیلی ثروتمنده دیگه. When you talk about number 1 and number 2 as far as guys that have a lot of money. All right. میگه وقتی در مورد نفر اول یا دوم ثروتمندترین آدمای دنیا صحبت می‌کنی، Todd, you're not one, I'm not one. We have some but not like those guys, right? میگه قاعدتاً نه منم نه توی مالی خوب پول داریم و نه اندازه اونا. Billions upon billions.
که همینجوری میلیارد و میلیارد پول داشته باشین. خیلی قابل توجهه. البته بهتون بگم که قطعا واشنگتن پست اینجوری فکر میکنه، یه همچین حسی داره. Their mantra is democracy dies in darkness. And for them to advocate the way Twitter has conducted itself. میگه اونم به قول مانترا میگه که دموکراسی در تاریکی میمیره، و برای اونایی که این راه توییتر رو حالا دارن به نوعی حمایت میکنن، in terms of censorship, in terms of suppression. کسی که دنبال سانسور کردنن، دنبال فشار وارد کردن هستن، in terms of targeting conservatives. فشار وارد کردن برای هدف قرار دادن محافظه‌کارا، is precisely on brand. And they know that Elon Musk, who calls himself a free speech. اونا کاملا خیلی مشخصا تو این برند دارن این کارو انجام میدن، و ایلان ماسکی که خودشو به عنوان یک کسی که دنبال آزادی بیان مطلق هستش معرفی میکنه، یه همچین آدم یک تهدید بسیار بزرگ برانه محسوب میشه. جالبه میگه که این خیلی تصمیم خوبی بوده که تصمیم گرفته که به هیچ عنوان جزء هیئت مدیره اضافه نشه، به خاطر اینکه باعث میشه که مقدار سهامش محدود بشه. میگم فکر میکنم خود کل توییتر رو بخره، یعنی کل سهامش رو بگیره، توییتر بشه از خودش. اگه این کار رو بکنه، کلش رو بگیره، احتمال زیاد داره که این پلتفرمش همون نوع پلتفرمی که قرار بوده باشه از اول، یه پلتفرم برای همه افراد بدون اینکه آدمای مشخصی رو هدف قرار بدن، یا اینکه آدمای مشخصی رو سانسور کنن، یا یه سری آدمای مشخصی رو حالا بیرون کنه از این پلتفرم. واو چه موضوع جالبیه. Yeah, that's so interesting. I was wondering what you were thinking about why خیلی جالب بود، داشتم فکر می‌کردم نسبت به اینکه چرا شما فکر می‌کنی که چرا ایلان ماسک تصمیم گرفته بودش که تو اون هیئت مدیره نشینه. What you're saying is that people who do want changes, who do want to see changes on Twitter, there's still hope there. میگه پس میخواد بگی آدمایی که دنبال تغییر در توییتر هستن، یا دنبال این هستن که تغییری اونجا ببینن، به نظر تو هنوز امید این مسئله وجود داره؟ Oh, there's hope, absolutely. Particularly that edit button, Carly. میگه قطعا اونجا امید وجود داره، به صورت مشخص همین دگمه ادیت که اضافه شد. I don't see you on Twitter very much. It's probably smart Todd and I are on there a little bit more. میگه خیلی تو رو تو توییتر نمیبینم، به خاطر اینکه تو تانم باهوشتری، ولی من و تاد معمولا تو توییتر هستیم. But yeah, you need that edit button because so, همه احتیاج دارم این دگمه ویرایش. Once you send that out, boy, you can't unring the bell. وقتی که توییتر فرستادی رفت، که حالا آدمای مشهور معمولا کسایی که دنبالشون میکنن یه آلارم، یه زنگوله یا میزنن که هر موقع توییت زد براشون بیاد، میگه دیگه نمیتونی عوضش کنی، برای همه اون زنگوله رفته، همه توییت رو دیدن، دیگه نمیشه برگشت و ویرایشش کرد. So I need that edit button, and more importantly, I just would like to see Donald Trump back on there. میگه من واقعا اون دکمه ویرایش رو لازم دارم، منتظر هم میخوام ببینم که دونالد ترامپ هم برگشت اومده توییتر. If Vladimir Putin is allowed on Twitter. اگه ولادیمیر پوتین اجازه داره تو توییتر باشه. And the Ayatollah Khomeini. حالا میگه آیتالله خمینی، ازش خامنه ای اشتباه میگه خمینی، اجازه داره اونجا باشه. From Iran is on Twitter and the Taliban is on Twitter. طالبان تو توییتره. Sure then you have to be consistent in these matters. احساس میکنم که باید توی این مسائل مهم ثبات داشته باشید، یعنی اون حق برای همه قائل بشید، allow everybody on Twitter and let people decide what they want to read and what they don't want to read. و اجازه بدید همه باشن حرفاشون رو بزنن، مردم تصمیم بگیرن چی رو میخوان بخونن، چی رو نمیخوان بخونن. What I read on Twitter, Joe Conch's hot golf takes. حالا دارن یه شوخی رو که رو توییتره میگن که جو بایدن تونسته تو گلف بهتر کنه. He was great on the Masters. تو مسابقات قهرمانی تونسته فوق‌العاده عمل کنه. He was all over. Tweeting. Thank you. That's what Twitter's like. That's the good part of Twitter. Like those fun conversations. این یه قسمت جالب توییتر اینه که مردم میتونن در مورد مسائل مختلف به صورت خنده‌دار صحبت بکنن. اما ممنونم که اخبار 24 ساعت گذشته رو با من فراد متقی دنبال کردید. اگر طولانی شد ببخشید، ولی فکر کنم یه مقدار تنوعش خوب بودش.
در مورد مسئله اوکراین و چچن و اینا هر نظری داشتید تو کامنت ها بنویسید، من همه رو نمیتونم جواب بدم ولی مطمئن باشید که همه رو میخونم حتما. اگر مورد خاصی باشه که ببینم باید حتما جواب بدم جواب میدم خدمتتون، ولی دوست دارم نظر شما رو بدونم. اگر تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطف کنید سابسکرایب کنید، اگرم از این ویدیو راضی بودید لطف کنید لایک بزنید، در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید. شب روزگارتون خوش، لبخند رو لب، جیبا پر پول، به امید آزادی کشورمون. پاینده ایران، خدا نگهدار.